ببین کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه داستانش شنیدی بیا تا برات داستان سلطان محمود رو تعریف کنم دربار سلطان محمود همیشه دو تا گدا می نشستن. یکی از این گداها چاپلوس و سر زبوندار بوده اون یکی نه اون که سر زبوندار بوده و چاپلوس بوده هر موقع شاه و وزیر و وزرا رد می شدن شروع می کرده از اینا تعریف کردن شاه که رد می شده می گفته چه شاهی چه جلالی چه جبروتی خداوند شما را از ما نگیره و سایتون از سر ما کم نشه قاعدتا شاه به اینکه که زبون میریخته و ازش تعریف می کرده همیشه یه سکه ای هدیه ای چیزی میداده اون که ساکت مینشسته هیچ اتفاقی نمیافتاده و فقط مینشسته و رفتن و اومدن اینها رو نگاه میکرده همیشه وقتی که شاه رد میشده و میرفته این گدای زبوندار و چاپلوس به این گدای ساکت دوستش میگه بابا جون شاه داره رد میشه داره سکه میده تو چرا ازش تعریف نمی کنی تا یه سکه هم گیره تو بیاد مگه تو خرج نداری مگه تو زن و بچه نداری این گدای ساکته بهش میگه ببین کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه خلاصه این گدای ساکته همیشه این جمله رو میگفته و این جمله به گوشه سلطان محمود میرسه یه روز یه نفر به سلطان محمود میگه که سلطان داستان این دوتا گدا رو میدونی میگه آره یکیش زبون داره همیشه از ما تعریف میکنه و از ما سکه میگیره ولی نمیدونم اون که ساکته چرا همیشه ساکته اون یاروه به سلطان میگه که شما میدونی در مورد شما چی میگه میگه نه میگه که همیشه میگه کار خوب خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه سلطان محمود میگه خب حالا من نشونش میدم دستور میده میگه که برید یک مرغ چاق و چله رو بریون کنید و اون الماسی که هست از همه قشنگتر و گرونتره اونم توی شکم مرغ بذارید و به عنوان هدیه برای اون گدای چاپلوس ببرید تا اون گدای ساکت درس عبرت بگیره و بدونه که سلطان محمود چه کارها که نمیتونه انجام بده دستور سلطان انجام میشه و مرغ بریون رو میبرن برای گدای چاپلوس اما از قضا قبل از اینکه مرغ بریون برسه وزیر هم یه دونه بوقلمون برای گدای چاپلوس فرستاده بود و اون خورده بود و سیر شده بود خب اون موقع مثل الان که یخچال نبوده که بخواد مرغ رو نگه داره حالا برای وعده بعدی قضاش بنابراین مرغ خراب می شده میگه چیکار کنم چیکار نکنم رو میکنه که به دوست گدای ساکتش میگه امروز چند تا سکه کار کردی میگه سه تا میگه بیا سه تا سکه رو به من بده و این مرغ رو بگیر اون میگه من نمیخوام میگه باشه دو تا سکه بده میگه نه نمیخوام میگه باشه یه سکه بده میگه نه زرنگی تو این مرغ رو دستت مونده و داره خراب میشه میخوای گول من بزنی سکه منو بگیر و یه مرغ بهم به بدی میگه باشه اصلا نخواستیم این مرغ مجانی برای تو بیا بخور که سیر بشی گدای ساکت شروع میکنه به خوردن مرغ اولین لغمه رو که میخوره الماس رو میبینه آروم برش میداره میذاره تو جیبش و رو میکنه به رفیقش میگه رفیق ببین ممنونم بابت غذایی که به من دادی اما ممکنه من از فردا دیگه نباشم ولی یادت نره که کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه فردا میشه سلطان محمود از دربار می اومده بیرون که میبینه گدای چاپلوس هنوز اونجا نشسته بهش میگه که تو چرا هنوز اینجا نشستی ما دیشب برای تو الماس فرستادیم ما برای تو یه چیزی فرستادیم که خود تو هفت نسلت در آرامش و آسایش زندگی کنن گدای چاپلوس میگه که سلطان من از چیزی خبر ندارم میگه که اون مرغی که ما دیشب برات فرستادیم و چیکارش کردی کجاست میگه که من قبل از شما وزیر برام یه بوقلمو فرستاده بود خورده بودم و سیر بودم اون مرغ دادم به دوستم که اینجا نشسته بود سلطان محمود دوزاریش میفته و یه پوزخند میزنه اما عصبانی هم میشه دستور میده میگه این گدا رو بیارید داخل دربار دست و پاشو ببندید و شروع کنید به زدنش بله شروع میکنن این گدای چاپروس رو کتک زدن و بهش میگه که سلطان محمود بهش میگه که بگو ببینم دوستت چی گفت اینم که جرعت نداشته بگه هی hey, کتک میخوره و دیگه طاقتش تمام میشه میگه آره دوستم وقتی که داشت قضا رو میخورد گفت ممکنه من از فردا دیگه اینجا نباشم و تو من رو نبینی اما کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه سلطان محمودم تا جایی که میخورده این گدای چاپلوس رو میزده و میگفته چیزی که من میگم رو تکرار کن بگو کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود حرکیه بله دوستان این حکمت زندگی خیلی از ما هاست که در اطرافمون خیلی از آدم ها رو داریم و خیلی هاشون رو نگه داشتیم که مبادا یک روزی یک جایی به دردمون بخورن اما ما باید به خودش ایمان بیاریم و از خودش بخوایم کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه چند روز پیش دوستم یه دعای خیلی قشنگ کرد گفت از خدا میخوام هر آنچه که میخوای رو چند برابر بدون منت به خود خودت بده و من هم همین دعا رو براتون میکنم امیدوارم هر آنچه که میخواید رو خداوند هزار برابرش رو به خودتون بدون منت بده به خودش ایمان بیارید و از خودش بخواید کار خوبه خدا درستش کنه سلطان محمود خرکیه